مدرسه اشتغال شریف، جایی که دانشجویان آمادگی برای ورود به بازار کار رو آموزش می‌بینند. از ویژگی‌های این مدرسه ارتقای قابلیت‌های کارآفرینی و تجربه عملی محیط کار است. امروز به مجتمع خدمات فناوری شریف آمدیم، جایی که مدرسه اشتغال شریف از سال 1394 به منظور بالا بردن روحیه ارزش آفرینی در بین دانشجویان تأسیس شده است. خب خانم احمدی، این جزء معدود مدارسیه که بعد از تحصیلات آکادمیک سپری میشه. بفرمایید مدرسه اشتغال چی هست؟ سالانه 1000 نفر دانشجو داخل دانشگاه شریف پذیرفته میشه. بیش از 2000 ساعت آموزش میگیرن بچه‌ها، ولی متاسفانه آماده برای ورود به بازار کار نیستن. ما یه فرایند پرورشی آموزشی ترتیب دادیم که بچه‌ها داخلش 3 دسته خدمات رو می‌گیرن: خودشناسی، مهارت آموزی، کارآموزی. آقای شاهرخی، استقبال صنعت از این طرح چطور بوده؟ با حدود 50 صنعت جلسه حضوری داشتیم که خوشبختانه 8 صنعت به عنوان حامی ما توی این برنامه شرکت کردن. حامی به چه معناست؟ حامی مدرسه از صنعت در واقع فضایی رو ایجاد می‌کنه برای دانشجویان ما که برن از نزدیک محیط کار رو ببینن و یک تجربه عملی داشته باشن. سعی کنید با تنفس تمرکز کنید و غلبه کنید بر این استرسی که براتون ایجاد شده. خانم سلطانی، چی خوندید و الان چه میکنید؟ من مهندسی شیمی خوندم، ولی الان کار منابع انسانی انجام میدم. کارشناس منابع انسانی هستم. یعنی علاقتون اصلا یه چیز دیگه بود؟ بله. درست میگم؟ بله. چقدر این دوره کمکتون کرد؟ جرأت و مدرسه به من داد که من بتونم مسیرم رو یکم عوض بکنم، پا بذارم تو اون مسیری که حالا بیشتر بهش علاقه دارم، و یه سرنخی در واقع به من داد که من اون سرنخه رو گرفتم، دنبال کردم و الانم تو مسیری هستم که دوست داشتم که باشم. این فکر موندن میشه به اون هدفه، یعنی یه نظم خاصی داریم توی فکرمون و عملمون. خب الان موفق هستی تو این کار جدیدی که رفتید؟ من خیلی بیشتر راضیم تا کار قبلی. رضایت قلبی بیشتری داری؟ واقعا هم رضایت قلبی و حتی هم رضایت مثلا مالی بیشتری دارم نسبت به اون کار قبلی، چون به هر حال آدم وقتی اون چیزی که توش علاقه مندی داره، استعداد داره، پیگیری بکنه، به نظرم خیلی بهتر به نتیجه میرسه. خب خانم احمدی، چند نفر این دوره رو گذروندن؟ ما تا الان 210 نفر پذیرش داشتیم که 110 نفرش برای دوره اول بودن و ما بقیه برای دوره دوم. چند نفر جذب کار شدن؟ بیش از 54% از بچه‌ها در فضای استارتاپی که می‌خواستن و یا موقعیت شغلی که تو سازمان‌ها برایشون جور شده بود، ما شروع به فعالیت کردن. ارتقای قابلیت‌های کارآفرینانه و شجاعت برای تغییر از عمده مهارت‌هایی است که باید فرا گرفت، حتی اگر همواره از جمله ممتازهای کلاس‌های درس بوده باشید. آقای خورشیدی، مهندسی مکانیک خوندید، ولی الان چه می‌کنید؟ الان تو حوزه مارکتینگ و توسعه بازار فعالم. قبل از اینکه من بیام توی مدرسه اشتغال شریف، مسیر واسم خیلی روشن نبود. مدرسه دوره خودشناسیش به من کمک کرد که این مسیر واسم روشن تر بشه. ما توی دوره های مدرسه گفته میشه که شما همیشه از تجربیات گذشتهتون میتونید در راستای توانمندیاتون واسه آینده استفاده بکنید و من اینجوری بهش نگاه میکنم. ما اگه از تواناییامون خیلی زیاد استفاده کنیم، تبدیل میشه به نقطه. پس این تما یه روی دیگه هم داره. فقط دانشجویان دانشگاه شریف میتونن توی این مدرسه شرکت بکنن یا اینکه نه دانشجویان دیگر هم میتونن؟ دانشگاه متقاعد شد که ما باید در به این مدرسه رو به روی بچهای غیر شریفی هم باز بکنیم، به دو جهت. اول اینکه خب شرکت‌ها و سازمان‌ها بسته‌ای که می‌خواستن در اختیارشون باشه دوست داشتن که از رشته‌های مختلف و با آدم‌ها تیپ‌های مختلف در اختیار داشته باشن، و مورد بعدی که ما خودمون خیلی پافشاری داشتیم که دانشجویان دانشگاه دیگر کنار بچه های شریف بشینن و در تعامل با همدیگه وقتی که رشد میکنن، خیلی هم در سرعت بچه ها تاثیرگذار میشه و همین که از همدیگه میتونن بسیار آورده های مختلفی برای همدیگه داشته باشن. این باید یه جمع بشه کم کم.